امیرآبادی از راست تو رفته، حالا برای او موقعیت هست، یه پاس پشت مدافعی پر صفه جباری و توی دروازه. آقای مهدی امیرآبادی بازیکن سابق استقلال. البته شما انقدر جوونین آدم نمیتونه بهتون بگه بازیکن سابق استقلال. سلام، خوبی؟ شما خوب هستی؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم و خسته نباشید به تمام همکاران عزیزتون. خوبه به نظرتون حال استقلال این روزا؟ والا حال استقلال به نظر من که زیاد خوب نیست. حالا این مربی خارجی آقای استراماچونی اومده، به نظر بنده که دیر اومده، این کار رو باید 2 ماه پیش انجام میدادن. حالا آقای استراماچونی بخواد دستیاراش انتخاب کنه، بعد بیا تمریناتو شروع کنه، حداقل 1 ماه یا 2 ماه عقب هستن که بیاد بازیکنها رو بشناسه. از اون بر وقتی بدنسازی میکنی حداقل 1 ماه بدنه بازیکنها رو افت میده تا برگرده توی لیگ به شرایط ایده. ولی باز از پارسال یه ذره شرایط بهتره دیگه برای استقلال حداقل. بهتر هست، ولی امیدوارم که اون ابزار لازم رو در اختیار آقای استراماچونی قرار بده. من میخوام این سوال از آقای فتحی بکنم، آیا شما به فکر زمین مناسب برای بازیکن هستید؟ بازیکن زمین مناسب نشه، مطمئن باشید مسئولیت داره و نمیتونه به تمرینش ادامه بده. و همچنین خود همون استراماچونی که یه مربی حرفه‌ای آوردن، وقتی زمین مناسب نباشه هر روز به زنگ بزنن راننده رو دنبالش، زمینش رو عوض کنه، مطمئن باشید برنامه‌ریزی این مربی هم تداوم نداره، مطمئن باشید. توی مراسم عقد قرارداد آقای استراماچونی و معرفی در واقع دستیاراشون یه اتفاقی افتاد برای آقای پیروز قربانی. نظر شما چیه راجع به این موضوع؟ وقتی میان تو جلسه معرفی میگن آقای پیروز قربانی عنوان کمک مربی باشه، میگم ای چه خوب، بالاخره میره بغل مربی ایتالیایی، یه مربی حرفه‌ای میتونه آموزش ببینه واسه آینده استقلال. ولی بعدش میگم که آقای پیروز شما عنوان یه آنالیزور باشی، این خیلی کار زشتیه و شخصیت آقای پیروز یه جوری بودی که دوست نداشته، قبول نکرده و استفاده داد. به نظر من، شخصی بنده من، خیلی کار خوبی کرد. یه سال دیگه همینجا راجع به بحث کمک مربی و اینا شد، فکر میکنین باشگاه استقلال باید فرهاد مجیدی رو به عنوان کمک مربی کنار استراماچونی نگه میداشت که مربی رو هم پرورش میداد برای آینده خود باشگاه؟ آقا فرهاد باید نگه داشته میشد در باشگاه استقلال و کنار استراماچونی شاید تجربیات بهتری به دست میاد، چون آقا فرهاد فکر کنم اون تجربیات لازم مربیگری رو نداره که حالا تیم ملی امید ایشالله موفق باشه. اگه کنار آقای استراماچونی بود مطمئن باشید که برای آینده استقلال خیلی خوب بود و پرونده خیلی خوبی به جا میذاشت. پس به نظرتون با توجه به اینکه میگین تجربه نداره، تو تیم ملی امید چگونه میخوان نتیجه بگیرن ایشون؟ حالا در کلاس مربیگری که خدا آفراد سوال کردم، میگفت در انگلیس و امارات ندیده، حالا بر اساس اون تجربه بازیگری خودش شاید مثل تجربیاتی داشته باشه که ان تیم ملی امید در کنار آقای استیلی و اون کادر فنی خوبی که کنار هم دیگه هستن، انشالله بتونن بعد از 40 سال بالاخره تیم ملی امید اون المپیک راه پیدا کنه. قرارداد آقای استراماچونی مثل شفره که علیرغم هر نتیجه که بیاورین سال بعد تمدید میشود با افزایش رقم. امیدوارم این اون سالها نباشه. واقعا یه قراردادی بسته بودن، وقتی به من گفتن آقای شفر داره میره بعد 15 میلیارد یا 20 میلیارد داده شد، واقعا سرم سود کشید بدون هیچ قید و شرطی که وقتی باشگاه هم نخواد باید این پول پرداخت بشه. پسرش هم با هیچ مدرکی اومد، ماشاءالله یه پولی هم ایشون گرفت و خیلی راحت رفت. ما این پول پول بیت الماله، برای چی این پولا بره؟ در رابطه با شفاف سازی رقم بازیکنان نظرتون چیه؟ سالهای آخری که من بازی میکردم گفتن که آقا قرارداد باید بزنن، روزنامه فلان بزنن، ولی بازم انجام نمیشد، بازم پولای زیر میزی رد و بدل میشد به خاطر مالیات و نه به خاطر هزار تا افرادی. شفاف‌سازی خوبه ولی برای بازیکن‌های خارجی هم باشه انشالله، فقط برای بازیکن داخلی نباشه. من اینجا دوباره از مدیریت باشگاه خواهش کنم با جوانای تیم قرارداد 3-4 ساله بندن که برای دوباره سالهای بعد دنبال بازیکن نره. من نمیدونم چرا باشگاهمون با این بازیکن‌ها جوان نمیبندن، بعد بازیکن جوان میره با یه باشگاه دیگه قرارداد می‌بنده، بعد همون بازیکن رو بعد 3-4 سال بعد با میلیون رقم‌های بالا میلیاردی برگردن باشگاه. در واقع آقای ووریا، آقای حسین حسینی که حالا میگفتن ووریا انقدر میخواد، حسینی انقدر میخواد. ببین شما آقا حق طبیعی هر بازیکنی که آقا پول بخواد، ولی خواهشم باشگاهمون هم یه کاری نکنن که هر بازیکنی میاد
حالا من اسم میارم یه بازیکنان تازگی ها شاید پارسا قراردادش 10 میلیون بوده، ولی چون این بازیکن شده پدیده، این بار بازی کرده اون بار بازی کرده، این باشگاه میخواد اون باشگاه میخواد، 3-4 تا باشگاه میخواد، الان بازیکن 10 میلیون شده میلیاردی. اگر من پای قرارداد میشینم به فکر این هواداره عزیزم تو سکوها باشن، فقط فکر اون پوله نباشن که بگم ما پولو بگیریم پشت خودمون رو ببندیم، حالا هوادار میخواد بیاد میخواد ببازیم میخوایم نبازیم. راجب جدایی پژمان منتظری و مهدی رحمتی فکر میکنین که چرا جدا شدن و چه اتفاقی برای استقلال بدون اینا خواهد افتاد؟ تمام هواداران قدر اینا رو میدونن، ولی خود صفحات مجازی خب خیلی ناسزا، خیلی حرفا من شنیدم در مورد رحمتی، ولی یادشون نره اون موقعی که آقای رحمتی گلری خوب میکرد واسه تیم استقلال. حالا سر یه مشکلاتی سر اون بازی دربیا یه سری حرف حدیثا بود. پژمان منتظری هم دوست عزیز منه، سال اولی که اومد استقلالش ما یادم نمیره با خود من اومدم نزدیک خونه منزل خودم خونه گرفتم، چون موقع وسیله نداشت با خودم میرفت میامد، یه با هم رفت آمد داشتیم. حالا درست یه ذره بی‌معرفت اینجا هم گلگی کنم ازش، ولی پژمان برای تیم استقلال زحمت کشید، حالا توی برهایی رفت قطر دوباره برگشت. توی رسانه من دارم میخونم که آقای منزوی میخواسته با آقای منتظری مذاکره کنن که ایشون یا موبایلش از دست است یا خاموشه.